دو نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوی شرکت نمودند. یک نامزد آزاد نیز در ردیف سوم قرار گرفته است. امرسن منگاگاوا با نلسن کیمیسیا برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در انتخابات زیمبابوی رقابت میکنند. نامزد آزاد عضو حزب زانو پی اف بانک حدود 6000 دلار را برای تبلیغات انتخاباتی به مصرف رسانیده و تأثیر در انتخابات نخواهد داشت، میگوید او نخواست از شرکت در انتخابات تاریخی کنار برود. در گذشته مردم مجبور می شدند تحت فشار قرار می گرفتند که برای نامزد خاص رای بدهند. اکنون مردم فقط جستجو می کنند و ممکن با در نظر داشت خوبی های دموکراسی چند حزبی می خواهند رای بدهند. مردم از تحمل نظام سیاسی 38 ساله مگابه خسته شدند. کمیسیا تلاش نموده است تا پیام خود را به مردم برساند. مردم برای نظام جدید رای می دهند. مردم برای شخصیت جوان و زیمبابوی جدید با شرایط واقعی و قابل اعتماد رای می دهند. همینطور منگاگاوا مردی که ده ها سال در کنار موگابه کار کرده است و جانشین او شد، پیام خود را به مردم دارد. هیچ فرد صادق نخواهد گفت که تغییر نمی آید. تندای نادورو یکی دیگر از کاندیدان بعد از 32 سال از نیوجرسی به زیمبابوی برگشته و در منطقه مطرح هارتفیلد با به مصرف رسانیدن 15000 دلار در تبلیغات انتخاباتیش شرکت نموده است. هفته نوامبر سرنگونی رژیم موگابی و ما فرصت آن را داد تا در کشور خود تغییرات سیاسی و اقتصادی بیاوریم. ما بسیار خوشبین هستیم. من امیدوارم که به آنچه می خواهیم برسیم و برای نسل آینده تغییرات بیاوریم. قرار گفته نامزدان جدید رقابت در انتخابات کار دشوار است، اما در تاریخ زیمبابوه جالب است. امروز بر علاوه انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و محلی زیمبابوه نیز برگزار می‌گردد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.